با ما فلسفه خلقت رو تا ما فلسفه خلقت رو ندونیم نمیتونیم بگیم که اینجا چیکار داریم میکنیم. طبیعتاً دیگه است. طبیعتاً شما بینید که مثلا موجودات مختلف، یک مگس به دنیا میاد، همه نمود عملیش در این هستی که زندگی میکنه اینه که یه جفتگیری میکنه بچه بمیره، همون شد. خب و هر کدوم از موجودات زندگی در موردشون یه چیزی داره، یعنی یه چیزی رو دنبال میکنه میاد به اون که بره تمومه. خب در مورد ما، به چه شکلی به چه صورتی تا ما فلسفه این خلقت، معنای این چرخی اناالله و اناالیه راجعون، تا یک سری مفاهیم بله تا این چرخه رو و یک سری مفاهیم هست که انشاءالله بهش میپردازیم در ترم نو، عوالم، تعریف عوالم مختلف. حالا بگیم این چرخه رو پیدا کنیم، این چرخه رو باز نیاز داریم به یه سری مطالب مختلف، بحث درک عدم، وجود، عوالم مختلف، جایگاه های چیزایی رو که باید بدونیم، چه عوالمی که روی ما هستن، چه عوالمی که بعد از ما هستن، عوالمی که بعد از ما هستن، مثل عالمی که اینجا داریم، عالم بعد از ما، اون جهانی که شما رو میتونید اینجا خلق بکنید، جهان بعد از ماست. و بعد و بعد اینها رو ما باید لازم هست که یه شناختی در موردشون داشته باشیم. البته یک مقدار راجع به خود چرخه صحبت کردیم، در واقع راجع به این مقطعی که توش هستیم، مقطع بعدی، تعریف جهنم، تعریف بهش، تعریف جنات، رضوان، نمیدونم عرش، نعش، مجادله، قیامه، نمیدونم همین ماجراهایی که همه ادیان تلاششون این بوده که در واقع مفهوم، یعنی به اینجا برسه، مفهوم این چرخه رو برای ما باز بکنن، که وقتی ما مفهوم چرخه رو متوجه شدیم، تعریف زندگی پیدا میشه.